بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين وأما استصحابها فهو لا يجامع استصحاب تكليفك لأن الحالة السابقة إما و وجود وجود التكليف أو عدمه همانطور که مستهزريت بحث ما یا موضوع بحث ما را تاروز استصحاب و براعت تشکیل می دهد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بحث را از جنبه های مختلف متعرض شد و در بعض موارد معتقد به حکومت در بعض موارد معتقد به ورود بودند در خصوص روایت مسعد ابن صدقه که به حسب ظاهر اون امام علیه السلام براعت را مقدم بر استصحاب کرده است نیز و نکات و مطالب را در درس قبلی به حضور شما مطرح کردیم عرض شد که اون درس یک تتمه دارد که این تتمه را در, در درس فعلی به عنوان مطلب اول محضر شما تقدیم میکنیم مطلب این هست که گاهی ممکن است دو تا استصحاب مقابل هم قرار بگیرند ولی در واقع محتوای یک از استصحابات هم براعت هست اگر در جای استصحاب براعت با خود استصحاب تکلیف با هم دچار تعارض شد کدام یکی رو مقدم بکنیم تا هنوز در تعارض استصحاب با براعت عرض شد که استصحاب مقدم می شود حالا اگر در جای استصحاب براعت با عرض کنم استصحاب تکلیف با هم در تعارض شدن با خود استصحاب در تعارض شدن کدام یکی را مقدم بکنیم مثلا در خود همین مثال اسیر نبی از یک طرف استصحاب میکنیم بقای حرمتی اسیر نبی را این میشود استصحاب بقای تکلیف ولی در جایی که استصحاب براعت بشود مثل این که عرض کنم کودک هست غیر ممیز یقین داریم که بر این کودک غیر ممیز مثلا ارز کنم خدمت با سعادت شما دخانیات حرام نیست حالا اگر این بالغ شد شک بکنیم که حرام هست یا نه استصحاب بکنیم براعت سابقه را و عدم اشتغال زمه را حالا اگر استصحاب براعت بکنیم و در جای استصحاب تکلیف بشود و این دوتا در مقابل هم قرار بگیرن و تعارض واقع بشود کدام یکی مقدم هستند؟ در پاسخ به این سوال شیخ رضوان الله علیک معتقد است که اصلا اجتماع این دو امکان ندارد اینکه در جای ارز کنم استصحاب براعت با استصحاب بقای تکلیف در یک مورد در یک موضوع معین اجتماع بکنند و در نتیجه تعارض محقق بشود و ما به دنبال رای حل باشیم ما معتقدیم که چنین اجتماعی امکان ندارد سالبه و انتفاع موضوع هست پس بحث از احکام اون این که در همش تعارضی چی کار بکنیم است یک نوع ارتکاب لغو هست به خاطری که عرض کنم خدمت با سعادت شما هیچ گونه موضوعیت عملی ندارد لذا شیخ می فرماید و اما استصحاب اون براعت فهو پس اون استصحاب براعت جمع نمی شود با استصحاب تکلیف البته هر کدام جداگانه مثال دارن همانطوری که مثال زدم استصحاب براعت حرمت تدخین از حرمت تدخین با استصحاب حرمت اسیر نبیک می توانیم این دو تا عرض کنم مثال را داشته باشیم و صدها مثال دیگر اما این که استصحاب براعت با استصحاب بقای تکلیف در یک موضوع به هم جمع بشوند شیخ معتقد است که چنین چیز اثباتا قابل اثبات نخواهد بود لذا می فرماید فهو لا و جامع و استصحاب تکلیف چرا جمع نمی شود؟ الحاله الحالت سابقته اینجا را دقت بکنید به علت این که حالت سابقه یا وجود تکلیف هست یا عدم تکلیف وجود تکلیف در مثل حرمت اسیر انبی عدم وجود تکلیف در مثل عرض کنم همین حرمت تدخین برای اون کودک مثلا و وقتی این گونه باشد حالت سابقه یا وجود تکلیف هست یا عدم تکلیف اگر این گونه باشد پس اگر استصحاب وجودی جاری شود در مثل اسیر انبی استصحاب عدمی جاری نخواهد بود و اگر استصحاب عدم تکلیف در مثل حرمت تدخین جاری بشود اون زمان حالت سابقه وجود تکلیف نداریم تا استصحاب وجود تکلیف را جاری بدانیم لذا وقتی عرض کنم این دو تا استصحاب همزمان جریان نمیابند پس تعارض هم سالبه به انتفاع موضوع هست و بحث از تعارض هم وجه ندارد لذا می فرماید لان الحالت سابقه اما وجود تکلیف به تنهایی او عدم تکلیف این که حالت سابقه هر دو باشد و دو تا استصحاب جاری بشود و تعارض در بگیرد نخیر از نظر ما قابل اثبات نیست بله الا علی ما عرفت سابقا مگر بر اساس اون کلامی که سابقا در تنبیه دوم یا سوم استصحاب تنبیه دوم ظاهرا از کلام مرحوم محقق نراقی نخل کردیم که البته اونجا شیخ رد کردن کلامشون چی بودن؟ از ذهاب بعض معاصرین یعنی مرحوم نراقی به امکان تعارض دو تا استصحاب وجود و عدم فی موضوع واحد در یک موضوع بعد شیخ میفرماید و تمثیله لذالک و تمثیل اون بعض معاصرین برای این تعارض استصحابی الوجود و العدم و مثال سوم یوم الخمیس روزه بگیر روز, روز پنجشنبه را البته این مثال را که اشون اینجا آورده است مثال دقیق نیست یعنی عین مثال مرحوم نراقی نیست اگر مراجعه اونجا داشته باشیم مثال که ارز کنم مرحوم نراقی داشت عبارتشون از اینجا شروع می شد و ما ذکرنا یظهر فساد و ما وقع لبعض المعاصرین که شیخ اونجا مخالف مرحوم نراقی بودن در صفحه 28 کتاب مثال هم این بود اذا علم ان الشارع امر بالجلوس یوم الجمعه شارع دستور داده است که در روز جمعه در مسجد بنشینید مثلا پس ببینید ارز کنم مثال سوم یوم الخمیس نیست مثال ارز کنم الجلوس یوم الجمعه هست در ارتباط با اون مثال محقق نراقی چه فرمود که اگر آمر امر کرد که اجلس فی المسجد یوم الجمعه در روز جمعه در مسجد بنشینید اگر ما یقین بکنیم که این امر تا زوال هست یعنی حتما باید تا زوال در مسجد باشیم نسبت به بعد از زوال اگر شک بکنیم که آیا جلوس واجب هست یا نه از نظر نراقی استصحاب وجوب بعدا با هم در تعارض می شوند استصحاب وجوب جلوس به خاطری که از صبح واجب بود فعلا شک دارم استصحاب عدم وجوب جلوس به خاطر که قبل از روز جمعه مثلا روز پنجشنبه قطعا وجوب جلوس نداشتیم فعلا بعد از زوال که شک دارم استصحاب میکنم عدم وجوب جلوس را اونجا استصحاب وجود و عدم یا استصحاب ارز کنم نفی و اثبات با هم در تعارض بودن که شیخ رضوان الله علی فرمایش نراقی را اونجا رد کردن که میتوان مراجعه داشت در هر صورت شیخ میفرماید از نظر ما استصحاب براعت با استصحاب بقای تکلیف در یک موضوع قابل جمع نیستند یعنی همچه تعارض اصلا موضوعیت ندارد پس بحث از احکام تعارض هم شایسته نیست که اینجا تعقیب بشود اما بر اساس مبنای مرحوم محقق نراقید که استصحاب براعت با استصحاب تکلیف با هم جمع هستند خب اون مبنا از نظر ما قابل قبول نبود و در همان صفحه 28 و بعد مفصل مورد مناقشه واقع شد این هم تتمه بحث ما تا اینجا اصانی دو من مسئله را که شیخ تعقیب میکند در بحث فعلی تعارض قاعده اشتغال هست با استصحاب خب این هم مسئله بسیار مهم هست که گاهی ممکن است استصحاب در مقابل احتیاط قرار بگیرد اگر همچنین تعارض واقع شد اینجا کدام یکی را ما بر دیگری مقدم بکنیم این که ارز کنم استصحاب با احتیاط در تعارض بشوند مثلا ارز کنم خدمت با سعادت شما کسی به سفر رفت بر اساس مثال که مرحوم شیخ ارائه میکند اگر در سفر رفت سفر او هم سفر طاعت بود خب نماز خود را شکسته میخواند. در اسنا ناگهان سفر طاعت او تبدیل به سفر معصیت شد حالا شک میکند که آیا همچنان وظیفه من شکسته خواندن هست یا نه از این به بعد باید نماز خود را تمام بخوانم به خاطر که سفرم سفر معصیت شد در همچون مواردی از یک طرف اصالت الاحتیاط میگوید به خاطر دفع ضرر المحتمل یجب الاحتیاط یجب الاحتیاط یعنی چی یعنی باید جمع بکنیم میان قصر و اتمام دو تا نماز را در وعده های ظهرین و عشاء مثلا انجام بدهیم ولی از طرف دیگر ارز کنم وقتی به استصحاب مراجعه بکنیم استصحاب میگوید قبل از آنی که سفرم تبدیل به سفر معصیت بشود وظیفه من شکسته بود حالا که شک دارم استصحاب میکنم همون حالت شکسته بودن را اگر این گونه بشود که استصحاب بکنیم حالت شکسته بودن را پس در نتیجه وظیفه من وظیفه شرعی من به حسب ظاهر متعین هست در همین شکسته خواندن ارز کنم احتمال اقاب یا دفع ضرر محتمل هر دو سالبه به انتفاع موضوع میشوند چرا؟ به خاطری که عرض کنم وقتی من وظیفه شرعی خود را دقیقا بر طبق میزان و در چارچوب ملاک های شرعی انجام میدهم دیگر اقاب یا ضرر محتمل معنایی نخواهد داشت در هر صورت شیخ به صورت بسیار مختصر میفرماید که استصحاب وارد بر احتیاط هست موضوع احتیاط دفع ضرر محتمل هست با اجرای استصحاب ضرر محتمل منتفی است موضوع احتیاط ارز کنم خدمت با سعادت شما دفع ضرر محتمل یا دفع ارز کنم اقاب محتمل هست با آمدن احتیاط که به حسب ملاک شرعی عرض کنم در چارچوب حجت شرعی انجام می شود باز خود به خود اون موضوع که دفع ضرر محتمل باشد از بین می رود و همین جاست که وارد بودن استصحاب بر اشتغال به اثبات می رسد. شیخ به همین مقدار اکتفا میکند البته شما در بحث های اشتغال و احتیاط خواندید بعد از بحث براعت که اونجا شیخ خودش هم فرمود که احتیاط ما دو جور هستند همان طور که براعت گاهی عقلی هست و گاهی نقلی احتیاط هم گاهی عقلی است و گاهی نقلی و ادله احتیاط هم لسان واحد ندارد ادله واحد اون بخشی که هماهنگ و هم ارز کنم زبانی با ادله عقلی باشد ولی بله بحث ورود در آنها قابل توجه هست ولی اگر ادله داشته باشیم که همزبانی با آنها نباشن و مستخیل باشن اون زمان برای تقدیم استصحاب ارز کنم بر احتیاط باید ارز کنم راهکاری دیگری را مثل حکومت که در بحث براعت مطرح شد دنبال بشود لذا فرمایید فرماید مسئله دوم در تاروز قاعده اشتغال با استصحاب هست ولا اشکال بعد تعمل بعد از فکر کردن جای شک نمی ماند در وارد بودن استصحاب علیها بر اون قاعده اشتغال باید ورود را بپذیریم چرا؟ لان المأخوذ فی موردها ها به علتی که آنچه که اخ شده است در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل شک در براعت زمه هست بدون احتیاط من شک میکنم که براعت زمه حاصل میشود یا نه عرض کنم دفع ضرر محتمل میشود یا نه و اذا قطع بها پس هر زمان که یقین بکند مکلف به اون براعت زمه به سبب حکم استصحاب فلا مورد للقاعده پس مورد برای قاعده اشتغال نیست و ورود منجز و محرز هست مثال را که شیخ ارائه میکند این است که کما لو اجرینا استصحاب وجوب تمام اول قصر چنانچه که اگر ما جاری بکنیم استصحاب وجوب تمام یا قصر را در بعض موارد اونچنان بعضی اونچنان عرض کنم بعضی که اقتضام میکند احتیاط جمع در اون موارد را بین قصر و تمام که مثال زدم اگر سفر ما در اسنا سفر معصیت شد احتیاط میگوید از باب احتیاط باید هر دو نماز قصر و اتمام را بخوانید شیخ میفرماید فا این استصحاب وجوب و درستی که استصحاب وجوب یک از این دوتا قصر یا تمام و عدم وجوب دیگر خود این استصحاب مبر اون قطعیون ابرا کننده قطعی هست مرز می مکلف را در فرض اختصار بر مستصحب الوجوب اگر عرض کنم اونی که استصحابش واجب هست همون ملاق باشد و از نظر ما قابل قبول و استصحابش تا متمام باشد خب اینجا مستصحب الوجوب ما چی بودن؟ نماز قصر بود چون مسافر بودم سفرم هم سفر طاعت بود فعلا که شک دارم استصحاب میکنم بقای وجوب را استصحاب میکنم بقای حالت سابقه را و در نتیجه عرض کنم مشکل خاصی در مسئله وجود نخواهد داشت بعد شیخ میفرماید هذا حال القاعده آنچه را که ما از ورود بیان کردیم مربوط به قاعده اشتغال بود البته ما عرض کردیم در مقدمه بحث در مقام توضیح که این بیان شیخ بیشتر اشتغال عقلی و اشتغال ارز کنم نقلی که این مفاد را داشته باشد میگیرد اما اگر اشتغال داشته باشیم عرض کنم یا موارد داشته باشیم که در اون موارد ارز کنم خدمت با سعادت شما این که ما گفتیم اشتغال داشته باشیم که در اون موارد اشتغال همگام با عقل نباشد یا ادله اش عرض کنم همگام با عقل نباشد یعنی احتیاط نقلی ما مستقل از احتیاط عقلی باشد در اون موارد تصور بحث ورود دشوار می شود خب شیخ بعد میفرماید هاذا قال حال القاعده این تمام بحث مربوط به قاعده اشتغال و اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اگر کسی آمد ارز کنم خود اشتغال و احتیاط را استصحاب کرد چطور حالا استصحاب براعت در اول این درس داشتیم به عنوان اولین مطلب اگر کسی آمد اشتغال را استصحاب کرد ارز کنم در نتیجه از یک طرف خود استصحاب را داریم از یک طرف استصحاب اشتغال را داریم اینجا کدام یکی را باید بر دیگری مقدم بکنیم در ارتباط با استصحاب اشتغال برای اینکه بحث مبرهن و روشن باشد اگر همون مثال قبلی که محضر شما عرض کردیم که شخص بعد از آنی که سفرش سفر معصیت شد از یک طرف احتیاط او را دعوتی به قصر و اتمام هر دو می کند چون علم اجمالی دارد که تکلیف از یک این دوتا خارج نیست ولی از طرف دیگر مقتضای استصحاب معینا یک اونهاست یا قصر یا تمام مثلا که اینجا عرض کنم در مثال ما مقتضای استصحاب قصر بودن با خواندن قصر موضوع احتیاط از بین می رفت علم اجمالی منحل می شود. اما در جایی که استصحاب اشتغال بکنیم استصحاب اشتغال در چه صورت هست؟ در فرضی که مکلف در همان مثال قبلی مثلا یک نماز را بخواند فرض فرمایید نماز قصر را خواند وقتی نماز قصر را خواند و تمام کرد بعد از خواندن نماز قصر یعنی دو رکعتی حالا شک میکند که آیا واقعا تکلیف خود را انجام داده است یا نه همچنان تکلیف باقی هست چون سفر او از طاعت به معصیت تبدیل شده است احتمال میدهد که همین نماز برای او کافی باشد این نماز قصر ولی از طرف دیگر چون اصل سفر سفر تا عد بود احتمال میدهد که وظیفه اش تمام باشد اینجا هست که ارز کنم خدمت با سعادت شما موضوع دوباره برای استصحاب اشتغال فراهم می شود می گوییم ارز کنم خدمت با سعادت شما زمه مسابقا قطعا مشغول بود فعلا شک داریم که مشغول هست یا نه استصحاب می اشتغال و احتیاد را. در نتیجه نماز دوم را که همون نماز تمام باشد هم باید بخواند این از یک طرف ولی از طرف دیگر مقتضای خود استصحاب معینا یکی است همین که سابقا وظیفه ما قصر بود فعلا شک داریم که قصر هست یا نه استصحاب کردیم به وجوب قصر را یعنی بر اساس حجت شرعی دیگر احتمال ضرر نیست دفع ضرر محتمل معنایی ندارد ولذا ارز کنم که موضوع برای احتیاط باقی نخواهد ماند میفرماید و اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال اینکه که می در مورد قاعده اشتغال به خاطری که در جای دیگر معنا ندارد استصحاب اشتغال بکنیم و اما استصحاب اشتغال در مورد خود قاعده اشتغال با, با این شرط بر فرضی که ارز کنم اغماز بکنیم نادیده بگیریم اون مطلب را که سابقا ما ذکر کردیم که باز اونجا ارز کنم و مناسبت همین استصحاب اشتغال یا استصحاب براعت ارز کنم خدمت با شما این بحث مطرح شد و شیخ اونجا فرمودن همین که موضوع برای اشتغال فراهم بشود شک که در اشتغال بخونیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است وقتی مستدعی فراغ یقینی باشد دیگر موضوع برای استصحاب اشتغال نیست لذا می فرماید که و اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده بر فرض اغماز از مطلب که ما سابقا ذکر کردیم من انه غیر مجدین فی مورد القاعده در این که ارز کنم خدمت با سعادت شما اون استصحاب اشتغال فائده ندارد در مورد قاعده اثبات ما یثبته القاعده بخاطر خاطر اثبات چیزی که ثابت میکند اون چیز را قاعده ارز کنم خدمت با شما از اینکه اون استصحاب استصحاب اشتغال غیر نافع هست در مورد قاعده بخاطر خاطر اثبات چیزی که ثابت میکند اون چیز را قاعده سابقا شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر مراجع بکنیم در صفحه 219 اونجا به سراحت عرض کنم خدمت با سعادت شما این مسئله را رد کردن اینطوری فرمود و یظهر ایضا فساد التمسکک و و به استصحاب البراءت و الاشتغال از ثابتین به قاعدت البراعت و الاشتغال هم استصحاب براءت از نظر شیخ فاسد هست و هم استصحاب اشتغال لذا میفرماید از اینکه اون ای استصحاب غیر مجدن در مورد قاعده به خاطر اثبات چیزی که ثابت میکند اون چیز را خود قاعده اشتغال اگر بخوایم با استصحاب اشتغال بار احتیاط را ثابت بکنیم این قابل قبول نیست که ما سابقا را اونجا مطرح کردیم بفرمایید در هر صورت اگر استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال با هم تعارض بکنن فسیعت حکمها فی تعارض الاستصحابین در بحث تعارض دو تا سسحاب که بحث جدید ما خواهد بود این مسئله انشالله مطرح خواهد شد اما فعلا نقدن برای اینکه که عرز کنم بحث را تمام بکنیم و اجمالا شما را در جریان قرار بدهیم شیخ می و حاصل او حاصل اون مطلبی که بعدا خواهد آمد این است که استسحاب وارد هست بر قاعده اشتغال که حاکم هست و حاکم هست بر استصحاب اون اشتغال همون حرفی که در مورد براعت گفتیم گفتیم چطور بر براعت وارد هست اینجا هم میگوییم استصحاب وارد بر اشتغال هست اگر در جای شما استصحاب اشتغال بکنید بازم اونجا استصحاب به تنهایی خودش حاکم بر استصحاب اشتغال خواهد بود این تمام بحث در خصوص یک این مطلب که اگر اشتغال با استصحاب تعارض بکنن تکلیف ما چی خواهد بود سومین مطلب این است که قاعده تخییر با استصحاب تعارض بکنن که با توجه به اتمام وقت بقیه بحث را واگذار میکنیم برای درس بعدی غفر الله لنا و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد